متاسفانه کل مراسم حول یه محور دیگه ای میگشت و اصلا تصورم این نبود که بخوان یه گروهی کلن همه چیو دست خودشون بگیرن. با این کارایی که شما دارین میکنین از الان، من هیچ تفاوتی بین حکومت دیکتاتوری آخوندی و رفتاری که شما دارین انجام میدین نمیبینم. من نمیدونم این رفتارهای شما به سود این طرفداری که دارین از آقای پهلوی میکنین اصلا باشه یا نه. من که فکر میکنم خیلی به ضرر ایشون باشه این کاری که دارین میکنین. سخنرانی شما رو داره میبینه، شما که تو گروه ایشون هستین به نظر من باید برخورد قاطعانه با شما بکنه. من فکر نمیکنم ایشون خیلی بدش هم بیاد از این کارهایی که شما دارین انجام میدین. که داری یه قدمی برمیذاره من واقعا سپاسگزارش هستم، ولی این رفتارها جز این که اتحاد و همدلی که ما تا حالا داشتیم از بین ببره هیچ سود دیگه به نظر من نداره. اجازه سخنرانی، اجازه حضور به همون داده نمیشه، همونطوری که تو ایران، تو ایران هم اگه جز دار و دسته خودشون نبودیم از ما خیلی از موقعیت‌ها گرفته میشد. الان اینجا هم داره همین اتفاق میفته متاسفانه. حرف زیاده، این دل پره، ولی حرف آخر اینه که ما این همه خون ندادیم که دوباره یک نفر دیگه برای ما تصمیم بگیره. این نسل جوونی که در کشور هستن و شاید خیلی هاشون نتونن الان واضح حرفشون رو بزنن به همون دلیلی که شما ها میدونید، اینا خواستار این هستن که خودشون در یک رأی‌گیری آزاد رأیشون رو انتخاب کنن. و شما نمیتونی اینجا توی کشور آزاد زندگی کنی ولی بری اون بالا بگی همه مردم میخوان که شاه به ما بگه که چیکار کنیم چیکار نکنیم. دوران دیکتاتوری قرار به پایان برسه. انقدر اعصابم خورده نمیدونم چی بگم. ما این همه خون ندادیم که بخواد آخرش دوباره به همون راهی که قبلا بوده تبدیل بشه، از این دیکتاتوری به اون دیکتاتوری. اگه شما فکر میکنین یه اسمش دیکتاتوری نیست، اون چیزی که من امروز تو این همایش دیدم، تو این گرده همای ایرانیان دیدم، چیزی جز دیکتاتوری و کنترل عقاید بقیه نبود. چون من به عنوان کسی که هنوز رأی ندارم که بخوام بدم، فقط رأی من رفتن این جمهوریه و هیچ رأی دیگه جز این رفتن این حکومت ندارم، شما از الان رأی منو نوشتی به صندوقم انداختی. این چیزی نیست که ما داریم براش جنگ می‌جنگیم.